اینا به اسم آل علی سلام الله پا شدن اومدن. مراقب باشین، صحابه اونی هستش که سایه از خودش نداشته. لا اله الا الله، کفر به غیر خدا، ایمان به خود خدا. اگر از ما کمک خواستی کمکت میکنیم. بندگان یعنی کسانی که عبادت میکنن به مقام ایمان نمیرسن مگر اینکه خدا رو بشناسن. ممکنه بعضیاتون بگین آقا ما تو خیلی کارا بسم الله گفتیم و ضررم کردیم، حق داریم، برای اینکه بسم الله رو درست نگفتیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض کردیم در شبهای گذشته که خداوند در خلق شیطان حکمت‌های نهفته بیشماری داره. درسته این ملعون اساس بندگی رو هدف قرار داد تا قیام قیامت که خدا بهش تا اون مقدار مهلت نداد، تا یوم الوقت المعلوم که زمان ظهور امام زمان علیه السلام وقتش داد، ولی سبب مستحکمی برای انحراف بندگان خدا بود. اونهایی رو که پسشون بر نمیآمد مبتلاشون میکرد به مکروه، ترک اولا. اونهایی هم که میتونست مبتلاشون میکرد به خلاف شرع، حرام و بعدن خروج از دین، چون شیطان به کمتر از کفر راضی نمیشه. تا چقدر زورش برسه به کمتر از کفر راضی نمیشه شیطان. بعد حکمتش رو در شبای گذشته گفتیم چرا خدا یک همچین چیزی خلق کرد که اینقدر سبب اقوای خلائقه، چه حکمتهایی داشت که از امام صادق علیه السلام اون زندیق سوال کرد و حضرت پاسخ دادن که دیگه تکرار نکنه. اما این ابلیس علت اخراجش چی بود؟ بهشت عبادت خوب میکرد، از هر حیث بندگیشو میکرد، اما اون حسادت و شقاوتی که پیدا کرد نسبت به مقام و منزلت آدم، اهل بیت رو دید در صلب این آدم میخوان بیان به این عالم، و بعد خداوند به علت عظمت مقام این اهل بیت فرمود به جد اینا حضرت آدم که از گل خلق شده باید سجده کنی، که سجدش سجده عبودیت بود، به آدم نبود، سجده به خدا بود من باب عبودیت، تعظیم به آدم بود من باب اینکه در صلبش پیغمبر و اهل بیت بودن، که حدیث رو در مناسبت های قبل کاملش رو براتون گفتیم که این سجده‌ای که به آدم شد چه سجده‌ای بود، چون سجده مخصوص ذات مقدس ربوبیه، لذا سجده‌ای به آدم به خدا بود، منتها مقام سجود اونجا مقامی بود که سجده‌ای به خدا پذیرفته می شد، لذا ابلیس نکرد این کار رو و
منباب اون حسادتی که داشت فرمان برداری نکرد، این سبب خروجش شد. پس حسادت و عجب دو رذیله‌ای هست که اینم باید مناسبت‌های دیگه انشالله عرض کنیم. دو رذیله‌ای هست که کمرشکنه، که مرتبه پسندیدش قبطه است، که خیلی خوبه حضرت آدم هم نسبت به اهل بیت همین حسو داشت، منتها ابلیس حسود بود و سجده نکرد. حضرت آدم از علو مقام 14 معصوم که در ساق عرش نوشته شده بود به خدا گفت خدایا اینا ذریه منن، این مقاماتو دارن، نمیشه این مقامو به منم بدی؟ در بعضی از تفاسیر هست اون شجره ممنوعه این بود، اینی که میگن گندم بود، گندم نباید بخوره، اینها میفهمن اون شجره ممنوعه این بود که حضرت آدم به محوطه‌ای میخواست وارد بشه که اون محوطه مختص به ذوات مقدسه 14 معصومه. لذا خداوند به حضرت آدم این درخواست رو ترک اولا تلقی کرد. لذا گو آدم اصلا نباید همچین چیزی بخوای، حسادت نبود، قبطه بود، قبطه که خیلی خوبه. به این دلیل اینو میگن ترک اولا. ابلیس منباب حسادت بود، لذا خداوند از بهش بیرونش کرد. حضرت آدم منباب قبطه بود، لذا خدا اونم از بهش کرد بیرون. منتها حضرت آدم چیزی میخواست ماورای ظرفش، خب آدم نباید اینو بخواد. لذا اخراج آدم با ابلیس، زمین تا آسمون با هم فرق داره. لذا حضرت آدم بعد از اینکه از بهشت اومد پایین، با اون گریزاریا به مقام نبوت رسید، پیغمبر عظیم و شأنی از آب در اومد، چون درخواستش از خدا از وادی بندگی بود، میخواست بندگیش به اوج برسه. گفت خدا یا میشه من مقام این اولادم رو داشته باشم؟ اون شجره ممنوعه بود. لذا ابلیس قسم داد گفت اینو بخواین، اینو بخواین از خدا تا اون مقام گیرتون بیاد. خب آدمم قسم دروغ نشنیده بود تا حالا تو عمرش، لذا قسمش شیطونم که ملک مقرب بود، 4000 سال نمازش طول میکشید، تسبیح میافتاد زمین، 1000 ملک منباب تبرک دلا میشدن تسبیح ابلیس رو بدن دستش دوباره شروع کنه ذکر کردن. خب آدمم از ابلیس چیز بدی که ندیده بوده تا حالا. لذا قسم ابلیس باورش شد، اینطوری شد، این ترک اولا رو انجام داد. پس علت اخراج جفتش این بود. لذا عزیزان دقت بکنیم، بعضی وقتا چیزایی که ما از خدا می طلبیم همین شکلیه. لذا نمی شتم، آدم چیز بدی نخواسته بود، اما این برای آدم شدنی نبود. ما هم گاهی اوقات یه چیزایی را از خدا می خواهیم، بد نیست، خیلی عالیه، ولی ظرفش من ندارم، میخوام تشرف خدمت وجود مبارک امام زمان علیه السلام پیدا کنم. بد چیزیه؟ نه. اما من اینو بخوام؟ گاهی اوقات آدم از خدا یه چیزایی رو بخواد که خیلی هم خوبه، قد و قوارش رو نداشته باشه، بدتر میشه کارا. واسه چی من و امثال من دلم میخواد امام زمانم رو ببینم؟ با کدوم چشمت میخوای ببینی؟ با همین چشمی که چشم پرونی هم میکنی؟ آخه با این چشم که نمیشه دوتا چیز این شکلی دید. با این چشمی که هرچی پیش بیاد نگاه میکنه، با همین چشم امام زمان تو میخوای ببینی؟ این واقع مطلب آدم بشینه فکر بکنه، این چشمی که نامحرم خوب میچرونه، خوب چشمشو صبح تا شب به چرا میبره، اما آدم بعدی هم نیست، یهو تحریک میشه دلش میخواد امام زمانش هم ببینه. آخه این چیه که تو میخوای؟ با همین گوش میخوای صوت مثل علامه بحرالعلوم که در حرم امیرالمومنین علیه السلام امام زمان علیه السلام قرآن میخون، علامه بحرالعلوم دید بچه صدایی،
گوش علامه بحرالعلوم صدای قرآن رو میشنوه، چه خوش از صوت قرآن زد تو دل رو باشنیدن. آخه گوش علامه بحرالعلوم اصلا بجز اون چیزایی که باید بشنوه نمیشنوه، همونایی که مجوز داره میشنوه، صوت قرآن امام زمانش هم میشنوه، چشمش هم همینجوره. لذا اگر با آلودگی آدم توقع داشته باشه، اون وقت این از اون چنان چیزایی میشه که بعضن اون وقت آدم از دایره عنایت امام زمان هم میره بیرون. آدم باید قد و قواره خودشو بفهمه چقدره، قد و قواره تو بفهم چقدره. لذا حضرت میگن من کی گفته من غائبم؟ تو کارات نمیذاره منو ببینی، اعمال خودته که نمیذاره منو ببینی. اعمال درست باشه، در حدیث داریم حضرت میفهم چرا انقدر زحمت میکشین واسه دیدن من، کارتونو درست کنه من خودم به سراغتون میام. پس گاهی اوقات آدم یه چیزایی رو توقع داره، بیجاز توقعش، اون وقت همون مقداری هم که به آدم توجه میشه و آدم از دستش میده. صدقت واسه امام زمانت مرتب بده، دعای فرجت هم بخون، اصلا تو نخ این نرو که خدایا میخوام ببینم. اون اگه بخوای ببینی یه جور دیگه باید باشه تا حضرت عنایت بکنه. حضرت آدم هم از خدا اون چیزی رو که میخواست نباید میخواست، لذا خدا به حضرت آدم گفت برو بیرون. 900 سال بنا به قولی 200 سال هم گریه میکرد که خدایا این دعایی که کردم، تقاضایی که کردم نمیخوام. بعد از 200 سال 300 سال خداوند توبهش رو پذیرا، اونم تازه بعد از اینکه جبرئیل تعلیمش کرد آدم اگر بخوای گناهت، گناه پیغمبری کمی ترک اولاست، ببخش خدا رو، همون اسامی که تو ساق عرش دیدی که به خدا گفتی بیرونت کرد، همونا رو واسطه قرار بده، دو مرتبه خدا میگذره. که به محض اینکه آدم خدا رو قسم داد الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها، ندا اومد آدم بخشیدیم پیغمبرم شدی، یعنی خدایا اون درخواستی که کردم نه. ما هم همین جوریم، اگر آدم به امام زمانش اذعان کنه قابل نیستم که ببینمت، که صوتتو بشنوم، که به مشامم بود برسه، اگر اذعان کنه که قابل نیستم، و حضرت عنایت یه جور دیگه میکنه با آدم. چون اگر آدم توقع رؤیت داشته باشه، قیمت حضرت رو آورده پایین. دقت بکنی، قیمت حضرت رو آورده پایین که بشه سنخ منی که بشه ببینمش. خیلی خیلی بد میشه. لذا آدم واسه خدا هر کاری بکنه، اگر خیال کنه تحفه داره واسه خدا میبره، خدا رو میاره پایین. مال اینی که خدا غضب میکنه. به همین دلیل امیرالمومنین ائمه توی مناجاتاشون چی میگفتن؟ همش میگفتن خدایا هیچ کاری نکردیم، هیچی نداریم. چون اگر بگن یه کاری کردیم، یه چیزی داریم، این موقع مثل این هستش که یه دونه بزغاله ببرم واسه گله ابراهیم، که 4000 تا سگ گله به پا داشت ابراهیم. سگایی که گله ابراهیم رو میپاییدن، در حدیث 4000 تا فقط سگ گله نگهدار داشت. حالا یه بزغاله ببرم بدم به حضرت ابراهیم، اصلا توهین به خود حضرت ابراهیمه. لذا آدم باید اینجور باشه که فاصله خودش رو با امامش در حدی بفهمه که اصلا قابل عرضه نیست به امامش. اون وقت خداوند که این صفتش در وجود مبارک امام زمان رفته و امام زمان ذره پروری میکنه. اما اگر بخواد آدم قد و قواره ای علم کنه، این نمیشه. ابلیس این کاره رو کرد، به این روز افتاد، حضرت آدم قبطش رو خورد، اومد از بهش بیرون. تو این عالم هم همین جوره، همین اشتباه گنده. لذا یکی از حکمت‌های خلق ابلیس همینه. حدیثم میخونم که خدا میگه اینو نگاه بکنین کی بود به چه روزی افتاد، تو کی هستی،
که اینقدر خیال میکنی دوتا کتابی که نوشتی چه خبره، دوتا یتیم جهاز دادی خیال میکنی شق القمر کردی و هر کار خیر دیگهی خیال بکنی این چیزی هستش، همه مصیبت سرت میاد. در این حدیثی که خدمتتون عرض میکنم، بهار علامه مجلسی از جلد 63 صفحه 198، ان ابی عبدالله علیه السلام، از امام ششم علیه السلام هست که راوی کنیش ابا محمد بود، نقل میکنه که امام صادق علیه السلام به من اینجور فرمودن. دیشب این رو به عنوان گذرا گفتیم که حالا انشالله خدا بخواد تکمیلش کنیم. حضرت به من فرمودند والله لو ان ابلیس سجد لله بعد المعصیه و تکبر عمر دنیا، والله این ابلیسی که خدا بهش گفت سجده بکن نکرد، اگر بعد از این معصیتش و بعد از این عجب و تکبرش به اندازه عمر دنیا در سجده بره، عمر دنیا میلیاردها ساله چقدر معلوم نی. حضرت فرمودن والله اگر بعد از اینکه خدا گفت سجده کن نکرد، بعد از اون اگر سجده بکنه به اندازه عمر دنیا ما نفعه و ذالک، دیگه به دردش نمیخوره. اون اولی، اون امر اولی، ما هم همینجوری، ما گاهی اوقات از اون کاری که باید به وقتش بشه، اگر به وقتش نشه بعد از اون هر چی بشه به کار نمیاد، هر چی بشه به کار نمیاد. اونی که خدا به عنوان عبودیت برای ما تبیین کرده، خدا میدونه به قول حاج آقای مجتهدی 10 جلد کتاب باید واسه این حدیث نوشت. اونی که خدا میگه رو باید بکنی، نه اونی که خودت دلت میخواد. بندگی اونیه که خدا میگه بکن، نه اونی که خودت میکنی خیال میکنی بندگی خداست. مصیبت الانه زمانه و همه دنیا همینه. اونی که قائل به خالق نیست که هیچی، اونی که قائل و اون وقت بندگی رو خودش کتابشو نوشته که چی بندگیه. اول و آخر انحرافات همین اینه که الان هست، که تو مملکت ما خیلی شایع شده که بندگی خدا رو حاج خانوم واسه خودش یه جور تفسیر کرده، اون آقا واسه خودش یه جور تفسیر میکنه، این یه چیزایی رو بندگی خدا میدونه، اون یه چیزایی رو این تماما ظلم به خود خداست. به علت اینکه بندگی یعنی بکن نکنه مولا رو پذیرفتن. تو عالم دنیای مادیش هم همینجوره. وقتی بگن این خانوم یه خانوم مطیعه یعنی چی؟ یعنی شوهرش هرچی میگه میگه خب، کار ندارم حالا شوهرش حرفای پرت و پلا میزنی یا نه، میگن این خانوم مطیعه یعنی شوهرش هرچی میگه میگه خب، از خودش یه کاری بکنه میگن این ناشزه است. مردش هم همینجور. چطور شد تو عالم دنیا اینقدر خوب میفهمیم که تو یه اداره کی حرف مدیر کلو گوش میده؟ اون که از خودش حرف نزنه، هرچی بهش بخشنامه میکنه انجام بده. چی شد که واسه خدا همچین حرفی رو نمیزنیم ما؟ واسه خدا که میشه ما میگیم چی کار باید بکنی. و حالان که اگر آدم مولا رو نشناسه اصلا بندگیشو نمیتونه بشناسه. من وقتی خدا رو نمیدونم چه موجودیه، وقتی از کجا میدونی این کاری که تو میکنی بندگیه؟ این ادا اصولایی که درویشا و نمیدونم صوفیا در میارن، این ادا اطوارایی که این دور زمونه جوونا پیرمردا در میارن، 4 ساعت نشستی یه کاری میکنه، نه تو مفاتیه، نه توی کتب ادعیه ماست، نه تو قرآن ماست، نه تو احادیث ماست، چی کار داری میکنه 3 ساعت و نیمه؟ بعدم تو این فضاهای مجازی می نویسن عاشق فلان، آسد فلان، شیخ فلان گفته این کار رو در روز 135
سه دفعه انجام بدین. 133 از کجا اومده؟ اصلا این کار از کجا اومده؟ کی گفته این مجربه؟ از سندش اصلا و ابدا. بندگی یعنی اونی که خدا گفته. لذا تو اصطلاحات درس خارج میگن عبادات از امور توقیفی است. یعنی وایسا ببین خدا میگه چیکار کن، همون کار کن. وضوع اینجوری، قبله اینجوری، حمد و سوره بلند شو بشین، همینا. حجت همینا، خمست همینا. عبادات رو خدا تعیین میکنه. به علت که اون چیزایی که دوست داره رو خودش فقط میتونه به من بگه چیه. من کجا میدونم خدا چی دوست داره؟ بندگی یعنی همین دیگه. یعنی اون چیزی که خدا میپسنده انجام، تو عالم دنیام همینه. وقتی یکیو میدونی چیه و چی دوست داره، همون کارو براش میکنی. وگرنه که بهش نمیگن این مطیع بودن. لذا امام صادق میفرماید والله ابا محمد، اگر این ابلیس این سجده که ما گفتیم که نکرد، اون سجده که خودش میخواد بکنه به طول دنیا، ما نفعه ذلک ولا قبله الله عز وجل، من خدا قبول نمیکنه. اونی که من دوست داشتم این نبود، که اونی که من دوست داشتم این بود. لذا حضرت میفرمان مالم یسجد لآدم، به علتی که به آدم سجده نکرد. مثل همین کارهایی که این پولدارا میکنن تو این دوره زمونه، که هر کدومشون یه رساله واسه خودشون دارن. میگیم آقا این زکاتت کو، تو گندم داری میکاری، این همه مال و اموال زکوی دار، چه انقدر من خدمت میکنم، خمست کو، به هر کسی که ازدواج میکنه من یه واحد مسکونی 50 متری میدم. سال خمسید کو، خمس نده، سال خمسه. خدا میگه اگه تمام تهرانم بدی به آدمای گدایی که دم بختن، یک دونهشو قبول نمیکنم. عبادتی که من میگم اون بود، اون کارتو بکن، این کارتو هم بکن. اینو بخوای بذاری جای اون نمیشه. این کار ابلیس کرد، این حکمت خلق ابلیس که خدا بگه آهای آدم ها، اونی که من میگم رو باید بکنی، نه اونی که خودت میخوای. اینو که بندگی بهش نمیگن که. لذا حضرت فرمود خدا ازش هم. چرا؟ چون سجده به آدم نکرد. کما امره الله ان یسجد له. خوب باید دقت کنی. حالا ما که دیگه ازمون گذشته و ریشامون سفید شده، آدم بشو نیستیم. جوانا شماها که هنوز تنتون مثل چنار امامزاده ساله نشده، میشه صاف و صوفتون کرد. از الان درست بزرگ بشین. کج و کوج بزرگ بشی به درد نمیخوره. گنده میشی نه بزرگ. خدا آدم گنده نمیخواد، آدم بزرگ میخواد. آدم بزرگ برنامه خدایی میخواد، وگرنه باد شدن و گنده شدن که همه جور میشه. لذا ببینین که مولاتون چی میگه، امام زمانتون چی میگه، مرجع تقلید چی میگه، چی کار بکن، همون کارو بکن. نه اینکه برای خودت بندگی بتراشی. این کارو ابلیس کرد، نشد دیگه. خدا برای الی یوم القیامت به خلائق گفت، خلائق ببین ابلیس این کارو کرد نشد، تو دیگه این کار نکن. پس این در ادامه حکمت‌های خلق ابلیس، این موجودی که به این صورت اینقدر خبیث منحط و اینقدر اقوا میکنه، ولی خدا باید اینو خلقش میکرد. چون اگر این نبود، وسوسه های این نبود، هممون از دم سلمان بودیم. اینه که این وسوسه بکنه من حرف علی ابن ابی طالب رو گوش بدم، نه اینو، اون وقت سلمان از آب در میاد. ولی اگر اون ورش نبود همه عدم سلمان بودیم. بلاتی که کسی مانع رشد و کمالمون نمیشد. خدا این شیطون رو گذاشت، بهش هم قدرت نفوذ نداده، فقط قدرت اقوا داده، تزیین امور داده، تا امور رو در ذهن ما پسندیده بکنه، تا بعد ببینه این آدم ملکوت فعلی که ابلیس تزیینش کرده
آیا به تبیین امام معصوم اونو میپذیره یا اینو میپذیره؟ حالا از اینجا اون وقت آدم میفهمه سقیفه که اومد علی ابن ابی طالب از قرآن جدا کرد، یعنی مبین قرآن رو از قرآن جدا کرد. اعظم خیانت های سقیفه همین این بود، حذف امیرالمومنین از خلافت بابیه، اما حذف امیرالمومنین از تبیین قرآن اون یک خسارت و خیانت که اصلا حد و مرز نداره که مبین قرآن بره کنار. وقتی مبین قرآن بره کنار، شیطون محوته تزیینش بلا منازع میشه. لذا اون حسبی کتاب الله که در بیاد عیناً خواست علل اطلاق همون شیطون بود، یعنی از قرآن اونی که میفهمم من، اونی که من میفهمم از توش جهاد نکاح در میاد. آره دیگه، لذا از توش چیا در میاد وقتی مبین بره کنار. لذا فتح و ظفر ابلیس از اولین بار که در بهشت رخ داد واسه آدم، فتح و ظفر بزرگترش سقیفه بود، که اون موقعی که اون شخص روی منبر رفته بود، ابلیس در چهره یک پیرمردی ظاهر شد و چیکار که نمی کرد از فتح و ظفرش، که اونم که خیال میکنه یه پیرمردیه که اومده بخن بخن بهش بگه که چه جای مناسبی نشستی، میگفت چقدر من دعا کردم واسه اینکه این منصب بهت برسه. بزرگترین فتح و ظفر ابلیس بعد از اینکه از چیز اومد بیرون همین این بود که اون صراط مستقیم رو که تحت زعامت امیرالمؤمنین داشت از پیغمبر خدا استمرار پیدا میکرد، اینو گرفت. مسیر بندگی یه شکل دیگه شد، یه چیز دیگه شد. لذا این همه حکمت در خلق ابلیسه. با این وضعیت اون وقت شیعه امیرالمؤمنین میاد باز دقت میکنه، میبینه نه علی ابن ابی طالب اولادشه. اگر نبود شیطون و اگر نبود این فتح و ظفر سقیفه، همه ما یه تیکه یه جهت بودیم، باز معلوم نمیشد کدوممون چی کاره ایم. معلوم نمیشد کدوممون چی کاره ایم. باید یه میدون جنگی باشه یا توپ و تانکی باشه تا ترسو از شجاع جدا بشه، وگرنه همه ادعای شجاعت میکنن. لذا امام صادق علیه السلام اینجور تبیین میکنن این رو. خب پس با این حساب این ملعون خلقش مملو از حکمت بود. حالا از اون طرف بعد از آنی که اینجور شد، خب خدایا ابهش که کردیش بیرون، خب ما فهمیدیم علتش حسادت بود، علتش شقاوت بود، اینا بود. خب حالا دیگه چرا اینقدر به صریح آیه قرآن به این وقت دادی؟ خب حالا فهمیدیم آخه این مهلت دادنه دیگه چی بود؟ که صریح آیه قرآنه که ابلیس به خدا گفت خب خدایا حالا که اینجور شد اقلا وقتم بده تا روز قیامت. معلومه ابلیس روز قیامت رو خیلی قشنگ قبول داشت. خدا گفت نه، تا روز قیامت که بهت وقت نمیدیم، الا یوم الوقت المعلوم، تا روز ظهور امام زمان علیه السلام، که حدیث رو میخونیم که اینه. چرا تا این وقت وقت دادی؟ اینم حکمت داره خداوند، این مهلت دادنش هم طبق حکمته. حدیث رو دقت کنین، صلوات بفرستین. علل و شرایع شیخ صدوق علیه رحمه جلد 3 باب 305 حدیث 1، حسن ابن عطیه میگه که من به امام ششم علیه السلام عرض کردم حدثنی
کیف قال الله لابلیس فانک من المنذرین. یا ابن رسول الله با من صحبت کنی چی شد که خداوند به ابلیس مهلت داد؟ به یه آدم جانی ضد خدا که دائما داره کافر درست میکنه، دائما داره ضد خدا عمل میکنه، آخه واسه چی وقتش داد الی یوم الوقت المعلوم؟ در آیه قرآن، سریع آیه قرآنه، دقت بکنیم، باز دریای از مفاهیم بالایی هستش که اونهایی که در مسیر مکتب اهل بیت نیستن چی رو از دست دادن، چه چیزایی رو از دست دادن. حضرت میفرمان میتونی چرا خدا مهلت داد به این شیطون؟ قال شیء کان تقدم شکره علیه، یه کاری کرده بود شیطون، باید خداوند پاسخ میداد، پاسخ اون کارش رو. خدا، شیطون کاری کرده بود که کان تقدم شکره علیه، یعنی تشکر خدا ازش الزامی بود. خدا از شیطون بگه خیلی ممنون. امام صادق علیه السلام میفهمه، عطیه میگه ما هو، چی کار کرده شیطون که خدا تقاضاشو قبول کرد؟ منباب پاسخ اون کارش. حضرت فرمود دو رکعت شیطون نماز خونده بود. خوب گوش بدین، رکعتان رکعهما فی السماء، شیطون دو رکعت نماز خونده بود در آسمان، فی الف سنه 2000 سال، آفی اربعت آلاف سنه یا 4000 سال، یه نماز خونده بود 4000 سال طول کشیده بود یا 2000 سال. بعدن این نمازی که واسه خدا خونده بود، حالا خودش خیال میکنه واسه خدا، خدا باید پاسخ اینو میداد. خوب گوش بدین عزیزان، تا بفهمیم خدا بهش واسه چی درست کرده، تا بفهمیم بهش واسه چی درست کرده. با همین کارای ما خدا میبره تو اون تو بهش، به علت که با همون نماز این خبیث خدا بهش این عنایت رو کرد و مهلت داد. یعنی خدایا برای تشکر از ابلیس که یه نماز خونده 4000 سال، تو مردم رو به این روز میندازی؟ از اون صحبتهای سمیناری میزه گردی هستش میکنن این نحوه، بعد همه سوت میکشن. خدایا اینقدر از ابلیس تشکر میکنی واسه اینکه واسط نماز خونده و خلاقه به این روز میندازی که یکی از هنرهای ابلیس سقیفه بود؟ خدایا پاسخ ابلیس رو دادی با این هزینه؟ امام صادق میگه آره. خب پس خدا اینجا دوتا کار کرد، یکی اینکه باید این کار ابلیس رو پاسخ مثبت میداد، لذا گفتش به هم وقت بود، گفت خب. از اون طرف خدا حالا که این کار کرده باید یه کاری بکنه عوارض اقوای ابلیس هم حل کنه. بعد خب پس 124 هزار تا پیغمبر ما درست میکنیم، 14 تا معصوم، که این 124 هزار تا با 14 تا معصوم بیفتن دنبال اقوای ابلیس نذارن بشه. پس خدا دوتا کار کرد، کار ابلیس رو باید پاسخ میداد، داد. تو واسه من نماز خوندی، منم تو میگی مهلت، منم بهت مهلت میدم، البته تا روز قیامت نه. و از اون طرف چون من میدونم تو هم چی کاره ای، از اون طرف به عنوان مقابل تو هم این هادیان دین رو قرار میدم، ابراهیم، موسی، عیسی، یعقوب، ایوب، پیغمبر، 14 معصوم، تا عوارض این خلافکاری های تو مرتفع بشه و از اون طرف از منم چیزی طلب کار نباشی. پس اینجا دوتا مطلب شد، اگر کسی خدمت به آدم بکنه ولو اون آدم خبیث منفل ارز باشه، حکم عقل اقتضا میکنه و باید پاسخشو بدی.
وهابیه، پدرتو کشته، داعشیه، درست شد؟ فردا صبح میخوام اعدامش کنیم چون بابامو کشته. اما اگر افتادی تو جوب، همین اینی که باباتو کشته میبینه تو جوب افتادی، قرضی هم نداره، دستتو میگیره از جوب درت میاره، فردا صبح اعدامش بکن. اما پاسخ این کارشو باید بدی، عقل میگه ها. لذا جز مستقلات عقلی است. طلبه ها توی درسای خارجشون رو میخونن، تو اصول مظفر هستش، مستقل عقلی منفک از زمان و مکان و اعتقادات و دنیا و بهشت و آخرت و جهنم. این حکم حکم پسندیده است. عدالت همیشه خوبه، ظلم همیشه بده، از هر کی تو هر جا و هر وقت. بعضی از کارا اینجوریه. یکی از اینها این که حسن و حسن ذاتی داره، شکر منعمه. اگر کسی بهت خدمتی میکنه باید تشکر کنی. آقا این ملعون حقباز خبیث دزده، کاری با اوناش نداره، اونا همه سر جاهاش پاسخ داره. این کاری که واسه تو کرد که خودم نمیخواست بکنه، دقت کنینا، خوده نمیخواست بکنه ها، یعنی کاسه زیر نیم کاسه نبود ها، همینجوری واقعا میبینه تو جوب افتادی درت میاره دیگه. اگر به اینجور باشه باید پاسخ مثبتشو داد. خدا به اخبث خبائث که ابلیس بود پاسخ داد، پاسخ داد، گفت دو رکعت نماز آسمان خوندی، خودت که نمیدونستی آخر چی از آب در میای. من میدونستم ولی گفتم حالا که خودش داد، اون موقع واسه من میخوندی. اینم پاسخ کاره عزیزم. ما باید اینجوری باشیم. یکی از چنان چیزایی که بعضی وقتا شیعه ها در چشم سایر مکاتب یه مقدار بد جلوه میکنن همین اینه. لعنم سر جاست، تنفرم سر جاست، همه چیم سر جاست. اما اگر یک کاری شد که کاسه زیر نیم کاسه نبودا، خدمت محض بود، تشکر تو بکن، گردنش هم بزن، همچون که خدا همین کار کرد. اینو میگن جز خدا داره به ما یاد میده. آی خلق الله، ابلیس خبیث‌تر به جز اون دو نفر که ما نداریم. با این حال ببین، من ابلیس رو پاسخشو دادم، از اون ور پدرش هم در میارم. ما باید اینجوری باشیم. علی ابن ابی طالب با ابن مرجم چه کار میکرد؟ امام حسن علیه السلام با یه ضربه کارشو تموم کردن، ولی شیرش تو زندان سر جا بود. کار چرا؟ به علتی که به اسیر کمک کردن عقل میگه کار خوبیه. اسیر ابن ملجم امام وقت رو کشته، قطب عالم امکان رو کشته، اوناش سر جاست. اما این تیکه کار حسنش هم سر جاست. اینا عزیزان اگر تو زندگی ما ورود پیدا کنه خیلی عالی میشه ها. خدا به ما یاد داده باید اینجوری باشه، مگر اینکه کاسه زیر نیم کاسه باشه که اون بصیرت میخواد که آدم بفهمه که بعضی از لطفا اینا خطریه. مثل اشعاری که بعضی وقتا وهابیا در متن و ثنای اهل بیت میگن، اهل سنت در فراوون داریم، این مال این هستش که این اشعار متو میگن برای اینکه اگه دو تا مذمت هم کردن شیعه ها بگن بابا اینا اینقدر مت علی ابن ابی طالب کردن، پس معلومه این دو تا هم دارن درست میگن. اون کاسه زیر نیم کاسه است، گول اونو ما نمیخوریم. هزار بیت هم اگر شما در مت امیرالمومنین شعر بگی، مال این باشه که اگه بخوای دو تا تنقیص کنی شیعه ها بگن این که هزار بیت خوب گفته، پس اون دو تا تنقیصش هم بجاست، اون کاسه زیر نیم کاسه است. نه، ما گول اونو نمیخوریم. پس باید دقت بکنی که آدم چیه. پس این علت مهلت دادن به ابلیس این بوده. حدیث دیگه هم خدمتتون بخونیم و دیگه ذکر و مصیبت رو دیگه بیشتر از این من جون ندارم. حدیث بعدی هستش که در ینابیع هست، جلد 3 صفحه 255 ینابیع الحکمه، که وهب میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول ابلیس، سوال کردم از قول ابلیس که تو قرآن هست، گفت خدایا انذرنی الی یوم یبعثون، تا روز بعث، روز قیامت خداوندا به من مهلت بده. قال فانک من المنذرین،
خدا گفت باشه، بهت مهلت میدم. علتشو بالا گفتی. اصلا احادیثو جدا کنین از قرآن چی میمونه؟ قرآن همه چیه، احادیث همه چی بودنشو میگه. لذا احادیثو ببری کنار، این همه چی که تو دستته هیچیه، همه چیه ها، در بسته از باز نشده که. لذا باز نشه چیکارش میخوای بکنی؟ از توش جهاد نکاح در میاد، از توش این میشه که پوست سگ و دباغیش بکنن پاک میشه، از توش چه چیزایی که نبیز بخور عیب نداره، اشکالم نداره، حلالت هم هست، خیلی چیزا از تو قرآن در میاد، از قرآن